سلام و درود بیکران به پیشگاه همه شما خوبان نازنینان، وقت شریف شما به خیر و نیکی باشه. همچنین سلام و درود خدمت خانم دکتر حسین مردی گرانقدر، وقتتون بخیر باشه. خانم دکتر، اگر که صدای بنده رو دارید ما در خدمتتون هستیم برای شروع وبینار. سلام علیکم به شما و همگی. تصویر منو دارید؟ صدا بهتون داریم، صدا هم عالی، در خدمتتون هستیم. خب ممنون، به همه خوش آمد میگم و تشکر میکنم که وقتتون رو با من امشب میخواین بگذرونید. انشالله که کنار هم درباره تیپک بیشتر آشنا بشیم و اولین کار این که شروع کنیم اینه که اسلاید بره بعدی. خب ما مدیریت اسلاید رو داشته باشیم ولی بعدی نره. کسی هستش؟ که بتونه راهنمایی کنه. آها خب برای اولین کار گفتیم که بپرسیم که به عنوان معلم مجازی یک ابزاری که خیلی بهش نیاز دارین و از آن استفاده میکنید برامون بگید، که menti.com این هم شمارش هستش. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. من بندلی هستم خانم دکتر. میخواستم ازتون خواهش بکنم که اگر ممکنه یک مقدار درباره نحوه استفاده از منتی میتر توضیح بفرمایید، چون بعضی از شرکت کنندگان ما آشنا نیستن. ممنونتون میشم. سلام علیکم. بله خواهش میکنم. این لینکی که الان خانم مطلق گذاشتن، لینک دوم که menti.com و یک پسوندی داره، همونو فقط کلیک بکنن. اگر رو گوشی هم هستن هم میشه و اونجا یک همین سوال رو اونجا میبینن و اونجا میت کردن جواب شرکت کنندگان به صورت یک ورد کلاود میبینیم. الان بیشتر از این نیازی هست دوزی؟ نه خانم دکتر، کافیه. فقط این که فکر میکنم که بعضی از دوستان شاید سیستمشون اینترنتشون اجازه نده که این سایت باز بشه، بعد از فیلتر شکن استفاده بکنیم دوستان. درسته، همراه اول کار میکنه منتی، فیلتر شکن هم همونجور که گفتید، و اگر باز هم مسئله هست اشکال نداره، همین جا هم میتونین وارد بکنید. فقط به دلیل اینکه اونجا ورد کلاود رو میتونیم ببینیم دست جمعی، خواستیم از منتی استفاده کنیم. بعدش خانم مطلق انشالله سکرینشون رو شیر میکنن. یک چند ثانیه به شرکت کنندگان اجازه میدیم که وارد شن. برای افرادی هم که دسترسی ندارن من فقط شکلش رو نشون میدم که به چه صورتی هستش. یه همچین جاییه که اینجا عبارت یا کلمه رو وارد میکنین و سابمیت میزنین. خب اینجا به صورت همزمان ما داریم میبینیم خود منتی عزیزان استفاده میکنن، لایت پن هستش، ورد،
مورال خود LMS ها الان LMS مورال انگلیسی فارسیش اینا رو میبینیم، خود اینترنت اینا خیلی عالی هستش، اسکای روم رو میبینم. حالا سوال بعدی رو عزیزانی که سابمیت کردن و اونایی که میخوان اینجا وارد بکنن، یه خورده میخوایم نیرو داونش بکنیم به یک ابزار دیجیتالی فکر کنیم که حالا یا آخرین بار استفاده کردیم، یه چیزی که خیلی دستمون رو گرفته این رو به صورت خاص، یعنی اگر مثلا زدین مودل یا LMS خاصتون، حالا بیایم فکر کنیم که چیه اون مودل هستش که خیلی کمکتون کرده. به عنوان مثال شاید فورم باشه، شاید یک فیچر خاصی باشه از اون LMS. حالا اینجا اگر میشه اینو پاسخ بدیم. اینجا داریم میبینیم. خب خود مثلا کویز ممکنه چند جا این کار انجام بشه، یا از لحاظ هاردویر مثلا لپتاپ هستش، ریکرات رومز زوم هستش که من خیلی استفاده میکنم، برگزاری آزمون هستش که بازم اینا خود اینکه آزمون رو برگزار میکنیم ممکنه از ابزارهای دیجیتالی مختلفی استفاده بکنیم برای این کار، کامپیوتر هست. همجوری که میبینید عزیزانی که منتی رو کار نکردن میبینید که به صورت همزمان داره وارد میشه، پاسخهایی که شما وارد میکنین اینجا ما میتونیم دست جمعی همگی با همدیگه ببینیم که چی هستش. بله خب حالا حدوداً دیدیم که به صورت مختلف چه ابزارهای دیجیتالی استفاده میکنین. حالا میخوایم برگردیم، ممنون خانم مطلق، میخوایم برگردیم به اینکه برای چی امروز تصمیم اینجا شد که همین کنیم، چطور ما بتونیم این تکنولوژی رو انتخاب بکنیم که مناسب باشه برای اینکه درسمون رو بدیم. تی پک وقتی که بهش اشاره میکنیم در واقع این سه رنگ اصلی رو اگر نگاه کنید، آبی که تی تکنولوژی هستش، پی پدگوژی هستش و سی هستش محتوا. این ادغام این ستا در واقع حالا با یک دایره دورش که الان توضیح میدم، این یک مدل هستش که به ما کمک میکنه که ما چجوری با این قضیه یعنی سمتش بریم که چجوری تکنولوژی رو استفاده بکنیم. که میشو کولر توی 2006 تکنولوژی رو اضافه کردن، یعنی تو ون دایگرام سومی. اگر از معلمان قدیمی تر بپرسین که شولمن مدل شولمن کلن چجوری بود، اینا دو دایره داشتن، یعنی پدگوژی و کانتنت بود که می اومدن می گفتن که ما فقط محتوای خالی این نیستش که خب من میخوام ریاضی درس بدم، علوم درس بدم، خود روش تدریس و پدگوژی و اینها مهم هست. حالا دونه دونه همه این دایره ها رو میریم جلو. پس این محتوا یا content knowledge مفاهیم و تئوری های مربوط به محتوای درسی هستش. پی یا pedagogical knowledge این تمام روش تدریس، مدیریت کلاس، نحوه ارزشیابی، همه اون علم هست. تی هم در واقع خود technological knowledge هستش که مهارت این که چجوری از نرم افزارها استفاده بکنیم، اصلا چی الان موجود هست، چه کمکی میتونن هر کدوم برای ما انجام بدن، چجوری نصب میشن، راه اندازیشون، اینها. این سه دایره دورش در واقع کانتکست هستش، یعنی این که شما
بچه هاتون رو میشناسین، توی کلاس مدرسه غیر انتفاعی هست، وان تو وان هستین، همه تبلت دارن، فقط یک دونه کامپیوتر هست یا فقط یک دونه موبایل هست. اینا همه کانتکستی هستش که شرایطی هستش که معلم اینها رو هم در نظر میگیره. و حالا خود این دایره ها اوورلپ که میکنن اینا هم مهم هستش. یعنی الان توی نارنجی میبینیم که اوورلپ پدگوژی و محتوا اینه که میگیم خب محتوا رو بلدیم حالا، ولی پدگوژیش هم باید در نظر بگیریم که بتونیم ادغام بکنیم. اوورلپ بعدی فناوری یا تکنولوژی هست با محتوا، اینکه اون محتوا رو یعنی چه تکنولوژی رو با اون محتوا انجام بدیم. و تکنولوژی و پدگوژی، یعنی اینکه یک در واقع تکنولوژی انهانسد بکنیم، یعنی یک مثلا کلابریشن یا یک چیزی که میخوایم کار دست جمعی انجام بدیم، چجوری تکنولوژی میتونه به ما کمک کنه که اون اصل رو پیاده کنیم تو کلاس. که این سه تا با هم رو مدل تی پک میگیم، یعنی اینکه چجوری تکنولوژی به کمک ما میاد که اون اصول پدگوژی رو بتونیم عمل کنیم، که اون کانتنت و محتوای درسی رو بتونیم خوب آموزش بدیم. این در واقع تی پک هستش. حالا میخوایم یه مثال بزنیم. من از شما خواهشی که دارم اینه که هر دو رو بازی کنید، یعنی هر دو هم دانش آموز باشین، از نگاه یادگیرنده به این مسئله نگاه کنید، هم معلم باشین از نگاه کسی که اینجور فعالیت ها رو دیزاین میکنه. پس توی سلاید بعدی یک چیزی بهتون نشون میدم و شما به عنوان یادگیرنده بفرمایید که حالا یا میتونید میکروفونتون رو روشن کنید یا توی چت باکس بزنید سلام خانم بابایی، اینکه این چیه و چی متوجه میشی و از چی تعجب میکنی، چه سوالی براتون پیش میاد، چه فکری بهتون پیش میاد. و اون کلاه معلمی رو هم داشته باشین و بگین که خب من با نشون دادن این عکس میخواستم به چی برسم و چه مفهومی رو میخواستم برسونم. عکس اینه. برای تکرار فقط یه لحظه برمیگردم. پس دو تا کلاه دارین، دو تا از دو دید دارین کار میکنید، یک دید دانش آموز که این چیه، چی متوجه میشی، و از دید معلم که قضیه چیه، قراره ما اینجا چی کار کنیم. هر دو رو میتونین بفرمایید یا شفاهی یا توی چت باکس. بزها مگر درخت بالای درخت میروند؟ پس سوال اول این بود، درخت بز مشاهدات رو داریم میگیم، او درخت بز، همکاری گروهی ممکنه بخوایم به این برسیم، خلاقیت معلم نمیدونم منظور چیه، ممکنه بگه میوه حیوانی، معلم ممکنه بگه بزهای شیطون فعال هستند و برای غذا روی درخت هم می روند. اوکی، مثلا تلاش رو اینطوری رو برسونیم، تغذیهشون رو نگاه بکنیم، شاید فرار کرده باشن. پس الان خیلیاتون دارین درباره اینکه چرا بزها روی این درخت هستن دارین بهش فکر میکنین و شاید اگر کسی هست که اینو قبلا دیده باشه میتونه دست بالا کنه که میدونه موضوعش چیه یا نه. محصول جدید، درسته، تفکر واگرا از دید معلم، تفکر واگرا دقیقا همین کار رو داریم میکنیم که اصلا داریم سعی میکنیم اینطوری بارش فکری داشته باشن که ببینن که اصلا موضوع چیه، تواناییشون ممکنه درباره ساختار پاشون صحبت بکنیم و به نظرتون جالب نیست که بخوان برن. خب اینها، این درخت آرگان هست، یعنی نمیدونم که چی میشه، و از این یک روغنی گرفته میشه که خیلی هم گرون هستش. بله، یک اردبیل زیست شناسی، فکر کردم چون مربوط به زیست هستش. حالا ما بیایم تیپک اینو نگاه میکنیم.
من اول از پی میگم، ولی شما از هر جایی میتونین نگاه بهش بکنین. پدگوژیش اینه که ما میدونیم ما میخوایم بچه ها رو انگیج بکنیم، اینا شرکت بکنن، میدونیم که سوال کردن برای اول کلاس یا اول زنگ یا اول یک درسی که میخوایم بدیم خیلی روش خوبیه و میدونیم که عکس خیلی هیجان داره برای بچه و خیلی میتونه جذبش بکنه که واقعا فکر کنه اینجا. برای خود کانتنتش یا در واقع تو کلاس زیست مثلا راهنمایی کلاس ششم، بحثای همزیستی پیش میاد یا روابط بین ارگانیسم ها که ما تو اینجا به عنوان معلم و در واقع هدف کانتنتمون ممکنه این باشه که بگیم خب اینا چه رابطه ای با هم دارن، یعنی این درخت چه کمکی به بز میکنه، بز چه کمکی به اون فردی که این مزرعه رو داره که داره در واقع روغن میگیره از این درخت و از این هسته ها، و این تعاملات بین این ارگانیسم ها رو نگاه بکنه. تکنولوژیش هم مثل یه چیزی شبیه منتیمتر یا همین چت باکس یا توی کلاس همزمان، فقط همین که روشن کنن بچه ها بتونن میکروفونشون رو روشن کنن، صحبت بکنن، گفتگو کنن، میتونه اینجوری باشه. یک تکنولوژی دیگه هم که میتونه استفاده بشه یک جوریه که ترانسکریپشن یا در واقع زیرنویس بکنن، یعنی بچه ها قبل از این که این درس داده بشه به گروه های مختلف تقسیم شده باشن و اینجور حالا کلیپ هایی رو میشه بهشون داد، از حالت عکس تبدیل به کلیپ میشه که و میگیم که در واقع شما زیرنویسشون رو بنویسین که دیگه به علاوه بر همزیستی به کانتنت خود زبان هم کمک میکنه. پدگوژیش هم همینه که ما میدونیم lesson opener یا اون اول کلاس یه چیز خیلی هیجان انگیزی میخوایم داشته باشیم و بچه ها همونجوری که گفتین تفکرهای واگرایی داشته باشن و بتونن خیلی انگیج بشن، شرکت بکنن. خب حالا این اصل تیپک رو با یک مثال توضیح دادیم که اگر مطالعه بیشتری بخواین داشته باشین، خانم مطلق یک فیلم کوتاه 5 دقیقه رو که تیپک رو توضیح میده رو توی آپارات آپلود کردن که شما میتونین بعد از این سشن ببینید. حالا میخواییم که خودتون، چون ورکشاپ هستش، خودتون در واقع این پک رو بتونین استفاده کنین، یک مثالی از کار خودتون، ولی قبلش یک مثال دیگه هم از یک معلم دبیرستان براتون توضیح میدم که این در واقع فعالیت در طول یک هفته انجام شده و کلاسش هست Biomedical Science، یعنی یک کلاس اختیاری هستش برای بچه های دبیرستان و در واقع کلاس کاربردی هست برای بچه هایی که دوست دارن پیراپزشکی و اینجور چیزها رو برن و درس هایی که توی بیوشیمی، آناتومی، فیزیولوژی، این چیزهایی که یاد گرفتن از درس های قبل، این یه خورده کاربردیه. و معلم، یعنی اینو دیزاین کردیم با هم دیگه، اینه که اولش میایم ناهنجاری های کروموزومی رو یک دوره یعنی دوره میکنیم سر کلاس، اینا همه به صورت مجازی انجام میشه و بعد بچه ها خودشون مواردی که اخلاق حرفه‌ای، یعنی نگرانی های اثیکال که ممکنه داشته باشن رو لیست میکنن که مثلا چرا مردم نخوان تست ژنتیک بدن و بعد یه لیست دیگه هم تهیه میکنن از ویژگی های مثبت و مؤثر افرادی پزشک و پیراپزشک که خوبه که این ویژگی رو داشته باشن. بعد کلاس تقسیم میشه، ممنون، آپارات، لینک آپارات رو هم گذاشتن توی چت باکس. بعد کلاس تقسیم میشه و به گروه های 2 نفر بچه ها تقسیم میشن و یک کیس دادی بهشون داده میشه، یعنی یک چیز کوتاهی که نشون میده که مریض اینه، اینجوری شده و اینا با همدیگه هستن، میتونن هر نفر این یک کیسی رو داره و میتونن مطالعه بکنن و در واقع مجبورن در مرحله اول یک تشخیص بدن با توجه به چیزایی که تو این درس یاد گرفتن. بعد آماده میشن که
حالا اگر بروشوری میخوان تهیه کنن، هر چیزی که میخوان تهیه بکنن، که این رو به مریض توضیح بدن که شما شرایطت اینجوریه و این ریسورس ها رو میتونید داشته باشین. در نهایت یعنی آخر هفته اینا که دو به دو هستن، یکی میشه مشاور ژنتیکی، یکی میشه مریض، این کیس رو توضیح میده و برعکس میشن و از اینها فیلم گرفته میشه. فیلماشون هم توی فلیپ گرید هستش که فلیپ گرید یک نرم افزاره که هم فیلم ها رو میشه گذاشت، هم زیرش میشه کامنت انجام داد. حالا این یک نرم افزاره، چیزای دیگه هم میشه انجام داد. خب حالا میایم نگاه میکنیم که چجوری ما به اون رسیدیم. در واقع یه سری اهداف داریم دقیقا تیپک که از لحاظ پدگوژی ما میدونیم که هرچی فاصله اون زیست یا اون علومی که تو سر کلاس دبیرستان میخونن با علوم دنیای واقعی، هرچی این فاصله رو کمتر بکنیم، بچه ها هم علاقمندیشون بیشتر میشه، هم مشارکتشون بیشتر میشه. روش 5E هستش، ولی اینکه یعنی توی زیر ساختش 5E رو شما میتونین کلاس رو دیزاین کنین، ولی اینکه چجوری چه تکنولوژی رو استفاده بکنین و اینها رو در واقع چجوری بچینید علاوه بر 5E، تیپک رو هم استفاده میکنیم. پس پدگوژی دیگه اینه که وقتی که ما با یک لنز خاصی بهش نگاه میکنیم که در واقع به عنوان یک مشاور ژنتیکی، یعنی یک مسئولیتی رو داریم به ایفای نقش داریم انجام میدیم به یک دانش آموز، این کارش خیلی چالشی تر میشه و هرچی که بیشتر با محتوا بیشتر سر کله بزنه، تعاملش بیشتر بشه، این باعث یادگیری بیشتری هم میشه. اینو میدونیم. حالا تو محتوا، یعنی الان تو دایره زرد هستم، توی محتوا میدونیم که مطالعه پرونده پزشکی، تشخیص، اینا همه فاکتوریایی که ما میخوایم که دانش آموزمون انجام بده. علاوه بر اون میخوایم یه جوری این رفتار بالینی، برخورد با مریض، نحوه توضیح، اینکه چجوری راه حل و منابع و اینا رو ارائه بدارم، میخوایم در واقع هم تمرین بشه، همین که به صورت ارزشیابی این ویدیو رو داشته باشیم که اتاق کارگروهی در زوم و فلیپ گرید این تکنولوژی به کارمون میاد. یعنی ما پدگوژی رو، حالا هر معلمی از یه جایی شروع میکنه ولی در نهایت مهم ادغام ستاش با هم هستش، یعنی پدگوژی رو داره، محتوا رو داره، ولی که چیمونه اینو بتونه اجرا بکنه، این تیپک هستش، به ما کمک میکنه که این ستا رو باید با همدیگه نگاه کرد و در واقع این ادغامش به ما این کمک رو میکنه. خب حالا قبل از این که ما بریم توی یک موضوع درسی شما و این اهداف رو بتونیم تیپک رو استفاده بکنیم، گفتم اگر سوالی کسی داره الان بپرسن. سلام عرض میکنم خانم دکتر، وقتتون بخیر. سلام علیکم. از حضور گرامی خواهش میکنیم اگر میخوان سوالشون رو شفاهم بپرسن دستشون بالا ببرن. آقای حضرت. بله سلام عرض میکنم. سلام علیکم. خیلی سپاسگزارم. من سوالم اینه که ببینید، نرم افزار زوم اجازه میده که شما کار گروهی رو بتونید هندل کنید، مدیریت کنید. نرم افزارهای دیگه هم هستن که بتونن این فضا رو فراهم کنن، چون در ایران استفاده از زوم خب اطلاع دارید تقریبا فراهم نیست. درست.
فکر میکنم توی ادوبی که اینجا استفاده میشه کار گروهی رو انجام میدن. خانم مطلق درسته؟ من خودم ادوبی کانکت و اسکای روم و بلو بتون کار میکنم، ولی در اینا امکان این که ما بتونیم در واقع اصلا یه بریک اوت در واقع گروه داشته باشیم یا مثلا بتونیم یک روم های اختصاصی چت داشته باشیم، اینا هیچ کدوم ندارن. سلام عرض میکنم خانم دکتر، اجازه است من اینو جواب بدم؟ بفرمایید. ببخشید آقای حزرخانی، هم ادوبی کانکت هم بیگ بلو باتن امکان ایجاد چت روم یعنی بریک اوت برای کار گروهی رو داره، هم ادوبی هم بیگ بلو باتن، هر دو میشه. ممنونم. بکنم اونو باید امتحان کنید، یعنی حالا یا توضیحاتش رو پیدا بکنید میشه، یعنی من خودم دارم دائم استفاده میکنم. اوکی، سپاسگزارم. بله، حالا اگرم جایی رو استفاده میکنیم، چون به من گفته بودن که استفاده میکنن چتروم جدا و اتاق جدا، حالا بلو باتن رو که یادم رفته بود، سوال اینه که نوشتم بریک اوت روم رو برای چه میخوایم در واقع؟ یعنی باید ببینیم که آیا محیطی میخوایم که حتما چت بکنن؟ خب بازم میتونیم سراغ ابزارهای دیگه ای بریم. آیا میخوایم که یه جایی داشته باشن که کلابریت بکنن؟ خب ما گوگل داک و گوگل سلایدز رو خیلی استفاده میکنیم، یعنی حتی بچه هایی که توی مثلا دوربین روشن نمی کنن و اینها، بازم حضورشون رو توی این جایهایی که همه با هم هستن رو بازم میتونیم داشته باشیم. یعنی بارها شده که مثلا یک سلاید شاید بگم 10 تایی رو در اختیار بچه ها قرار میدیم، اجازه کامنت میدیم بهشون و هر کدوم از اون گروه ها رو یکی از اسلاید ها هستن، یعنی حتی توی یه اتاق زوم کامل اونجا دارن با هم دیگه به صورت خصوصی روی سلایدشون کار میکنن. چون بعضی از در واقع مناطق مدرسه‌ای توی آمریکا یه جوریه که یه سری محدودیت هایی گذاشتن، مثلا گذاشتن که فقط 4 دقیقه تو بریک اوت روم میشه گذاشت برای بچه های دبستان، یا یه سری محدودیت هایی گذاشتن. من میبینم که معلم ها بازم اون کاربردش، یعنی دقیقا سوالتون به ما کمک کرد که ما بیشتر بتونیم در برای تیپک بگیم که ما تکنولوژی رو با توجه به اینکه چه هدف پدگوژی رو داریم میخواییم که پیدا کنیم، و اگر که بس کلابریشن باشه شاید گوگل داک جوابگوتون بیشتر باشه. بازم اگر سوالی هست که قبل اینکه بریم سراغ وایت بورد فای. خانم دکتر، بله، مثل اینکه چند تا از دوستان دست بلند کردن. خانم پروین سحری، اگر که صدای من رو دارن. خانم سحری صدای من رو میشنوین؟ دوستی هستن که خانم کت خداوند، خانم فاطمه کت خداوند، اگر که صدای من رو داری. بله، خانم فضیله بلوچ زهی، اگر که فامیلشون رو درست تلفظ بکنن. خب گویا ایشون هم متاسفانه نتونستن صحبت بکنن. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. خانم رحمان مهر هم دستشون رو بلند کردن. خانم رحمان مهر، ما در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر و عزیزان دستن در کار. من خانم دکتر، الان معلم ها اون پداگوژی رو خب طبق اون به اصطلاح باورهای قبلی که نسبت به آموزش داشتن دارای پداگوژی هستن، یعنی روش های پداگوژی تقریبا غنی هستش. منتها تو این تایمی که کرونا ایجاد شده و آشنایی با نرم افزارهایی که بتونن این تعادل بین پداگوژی و این تکنولوژی رو برقرار بکنن، اینجا مشکل
کار پیش اومده و من از شما خواهش میکنم که بفرمایید که واقعا اینقدر من خودم که با 25 سال سابقه کار دارم کار میکنم اینقدر ابزارهای مختلفی رو معرفی کردن، البته بسیار بسیار یعنی منهای اون بود به اصطلاح ناشی از مرگ و میری که کرونا برای ما داشته، ما خیلی خوشحال هستیم که ما به این عرصه گذاشتیم و هنوز بازنشست نشدیم دوچار این تحول شدیم، این همه مثبته. ولی من از شما خواهش میکنم یک چیزی که واقعا این ستاره دیگه پیوند بده، من خودم خدا میدونه اینقدر نرم افزارهای مختلف و آموزشش رو نگاه کردم، ولی ما اون ظرف تکنولوژیمون چقدر باید باشه یا یه چیزایی تو تکنولوژی ما باید زوم کنیم که این پداگوژی توش قرار بگیره. متشکرم. خواهش میکنم. خسته نباشید و ممنون از تمام خدمات چندین ساله‌ای که برای بچه های ما انجام دادین. خیلی سوال خوبی بود. من از آخر شروع میکنم، بعد اینکه ما این تکنولوژی رو یعنی اگر قرار باشه به وقت گذاشتن، پدگوژی رو فرمودین که خیلی سنگین، همه چی بلدیم، محتوا هم که معمولا اصلا با رشته‌ای که خاص هستش وارد میشن دبیران و کامل تسلط دارن، بحث اونه که ما چقدر وقت بذاریم روی اون قضیه تکنولوژی و اینکه حتی وقتی که 20 تا داریم باز هم آپدیت میشن، جدید میاد، فیچرهای جدید میاد، ما چی کار باید بکنیم. کاری که من شخصا معتقدم اینه که هر معلمی باید بیس رو بدونه و اون بیس توی مثلا 2020 توی پندمیک توی 2021 اینا شاید 10 تا ابزار بیشتر نباشه. از هیچ جا الان دارین؟ بله الان بس شد، الان بس شد. امکانش باشه این دقیقه اخیر رو دوباره مجددا توضیح بدید. متشکرم. بله. از اونجایی که سلام کردم بخوام رحمانی حالا برتر، ولی خب بگی هر جو خودتون سلام میدونید. نه میگم یعنی نمیدونم از کجا قطع بود. یه تایم کوتاهی در حد مثلا شاید یک دقیقه. بله خب بحث اینه که تکنولوژی رو یک بیسی رو اگر بتونین داشت بلد باشین و بعد بیشتر وقتتون رو بذارین روی اینکه فیچرهای اون رو یاد بگیرین و توی تیپک که یاد میگیرین دنبال این برین که چی کار میخواین بکنین. یعنی اینکه ما بگیم که مثلا فلان چیز فیلتر شده، خب اشکال نداره. اینکه عزیزان هم مثلا الان یه لینک دیدم گذاشتن برای کار گروهی توی ادوبی کانکت، خوبه، یعنی همه اینا موجود هستش. موضوع اینه که شما بدونین که چه کاربردی میخواین ازش داشته باشین یا شما ببینین که چه نقصی هستش. مثلا اینکه بچه ها مشارکت نمی کنن به اندازه کافی، خب پس این رو وقتی که ایدنتیفای میکنین، وقتی معلوم میکنین که این مشکلش تو پی اینه و بعد میتونین برین سراغ تکنولوژی که بگین خب ما چجوری میتونیم اینا رو بیشتر مشارکت بدیم و ربطش بدین به کانتنت، چون فقط مشارکت خالی که ما نمیخوایم، ما میخوایم در ارتباط با درسمون باشه و خارج از بحث کلاس نباشه. اینه که چقدر تکنولوژی باید بلد باشیم. من اگر 10 واحد در نظر بگیرم، معتقدم 1 واحدش رو وقت بذارین روی تکنولوژی زیاد، بیشتر وقت بذارین روی ربط دادن این تی و پی و سی با هم دیگه و نتورکینگ هم خیلی مهمه. یعنی دقیقاً شرکت کردن توی وبینارهای اینجوری که با مشارکت میذارن تجربیات هم دیگه، یعنی این دقیقاً این تیکش که الان میریم سراغ وایت بورد 5 که توی یک در واقع پروفشنال دیولپمنت دیگه ای به معلم ها آموزش دادیم وایت بورد 5 رو، اون مهمه، خوبه، عالیه که یاد بدیم، ولی اون تیکه دومش که معلم ها میان در واقع بیان میکنن که با وایت بورد 5 چی کار کردن، اون خیلی ارزش داره و اینجور تجربیات هستش که به صورت عملی وقتی که با هم دیگه شیر میکنین در میون میذارین خیلی کمک میکنن. حالا ما میریم سراغ دقیقا همین وایت بوردی که الان گفتم که نمیدونم چون
حذف جزء اونی بود که حذف صدا بود یا نه، ولی وایت بورد فای در واقع یک وایت بورد آنلاین هستش، یعنی نیازی به هیچ دانلودی نیست و این رایگان هستش و 2 ساعت اعتبار داره. یعنی این کدی که الان دارین از وقتی که بازش کردم 2 ساعت باز میمونه برای شرکت کنندگان. خب من دارم میبینم که شما وارد میشین، فقط یک سکرین شیر میکنم که شما هم از سمت من بتونید ببینید. خب اینجا این در واقع وایت بورد منه، تاگل یعنی سویچ کردن بین این دوتا، که اینجا وایت بورد منه و این وایت بورد شما دوستان هستش که الان دارین میبینید، که کامیلیا فلور دارین میبینید، که من دارم میبینم که فردزاده و یک گست دیگه و فولادی دارن خط خطی میکنن، مرزی سلام میکنه، اینها رو من دارم میبینم. حالا من اینجا اگر نمیبینید بگین من شیر نکنم، من فرض رو میذارم که الان میبینید. اینجا میبینید که یه دکمه پوش هستش که من اینجا این عکس رو پوش میکنم که همه تون الان ببینید. اینجا میزنم پوش تو students current page only و پوش در واقع هول دادن این عکسی که من گذاشتم روی صفحه هم به تمام عزیزان هستش که الان دارم میبینم که حالا یا دارین ریفرش میکنین یا هر چیزی، این صفحه براتون داره باز میشه. که یه لحظه من پشت صحنه رو توضیح بدم. پشت صحنه اینه که من میخوام الان از شما کار بکشم، میخوام که شما اپلای کنید چیزهایی که الان یاد گرفتین و فکر کنین توی کانتکست خودتون، توی در واقع اون جایی که شما درس میدین، این تیپک رو چجوری میتونین استفاده بکنین. و من ازتون میخوام که 1 چه اهداف یادگیری مد نظرتونه، یا همون پدگوژی، چه اهداف پدگوژی برای دانش آموزان، این که میشه پدگوژی، اهداف یادگیری منظورم محتواه، یعنی از لحاظ درسی چه اهداف یادگیری. صدای من روشنه اینجا، نمیدونم، کدی هم نیازی نیست، دقیقا همون لینکی که هست شما بزنید باید وارد بشین. از چه ابزار تکنولوژی استفاده کردین، یعنی این میتونه به صورت بارش فکری باشه که مثلا چه چیزایی به ذهنتون هستش. و من وایت بورد فایلی که نشونتون دادم یک صفحه سفیدی بود که میتونستین بنویسین، میتونستین هر چیزی بنویسین که دیدین عزیزان تست کردن و آزمایش کردن. حالا میخوام برای اینکه از ویژوال، از یه حالت گرافیک ارگنایزر که خانم مطلق به من میگن که چی میشد، از یک گرافیک ارگنایزر میخواییم استفاده بکنیم که همون ون دایگرام هستش که ممنون سامان دهنده بصری هستش که ما میگیم که خب دقیقاً بیاین رو اون پیاده کنیم. به خاطر همین من دوباره نشون میدم بهتون، من اومدم این رو پوش کردم. ببینین الان احمدی اومد گرید رو گذاشت، علیرضا یک فرمول ریاضی رو داشت میذاشت، میوزیک نوتز، ایمیج، نوشتن با پن، همه اینا رو دارن انجام میدن و من معلم میام دوباره پوش میکنم این چیزی که تو صفحه منه و میگم که خب اینو من میخوام رو کار کنین و این میره رو تمام صفحاتی که بچه ها هستن. حالا من اینجا میتونم کلیک کنم و اینجا فیدبک هم بدم.
رو هر کدومشون. فعلا میخواییم که شما فقط به تیپک فکر کنید، به یک کیس خودتون که مربوط به کلاس خودتون هست و اینجا روی وایت بورد بنویسین که چه اهداف محتوایی دارین، چه اهداف پدگوژی دارین. میخواییم دیگه با هم دیگه به میان بذارین فرق مورد یک و دو نمیدونم چیه، نمودار ون اگر منظورتونه، یعنی همون اینکه سه تا هستش با هم، اینکه سازمان دهنده تصویری هستش، یعنی اینکه میتونه هر شکلی داشته باشه، یعنی شاید یه تی چارت بکشم، انواع مختلفی هست که ون دیاگرام یکی از اون سازمان دهنده تصویری هستن. خب صدا هم انشالله که خوب باشه. پس از همه عزیزان دعوت میکنم که توی وایت بورد 5 شروع کنن به تیپک کشیدن. من الان هنوز چیزی نمیبینم که دوستان درباره تیپک بنویسن. این که تست میکنین عالیه، این که با ابزار دیجیتالتون آشنا بشین خیلی مهمه. ممنونم. بله، برای ابتدایی هم کد میخواد. خب کدش دقیقا همین قسمت آخر لینک هستش. برای ابتدایی هم همین whiteboard 5 هم میشه استفاده کرد که زمانی که دوستان شروع کنن من میتونم باز هم توضیح بدم. یعنی ما میخوایم چند دقیقه وقت بگذاریم روی این کار که الان خانم راستگو نوشتن ولی پاک کردن، نتونستم نشونتون بدم. دارن دایره میکشن توی خود پدگوژی. کامیلیا از تکنولوژی شروع کردن، سکای روم و آدوبی کانکت رو گفتن. نیروی وارد بر سیم تو ذهنشونه و یه چیزی جریان. همه معلم‌ها خط رو خوب بلدن بخونن، من متاسفانه از لیسانس دیگه خط فارسی رو اونقدر اکسپوز نیستم و مریم خانوم گفتن که کانتنتشون خب اینم خیلی خوبه، درگیر نکردن خودشونو با ون دیاگرام، گفتن کانتنت و پدگوژی و تکنولوژی رو بلدم، حالا فقط می نویسم که از تکستم میتونن استفاده کنن. که سیوینگ نیچر این کانتنتشون هستش، پدگوژیشون هم وکبه که در واقع وکب اگر معلم زبان هستن مریم خانوم بحث کانتنت هم پیش میاد. چیزشون هم زوم بریک اوت روم یا حالا ادوبی کانکت کار گروهی اینها هستش. خب ما از مریم خانم میتونیم بخوایم که اینجا صحبت بکنن، من الان یه کویک ریاکشن بهشون بدم. او نه نمیشه. یکی از چیزای فیدبک رو انگار استفاده کرده بودیم. خب از مریم خانم میتونم سوال کنم که اینو بیشتر به ما توضیح بدن. چون که 298 کاربر داریم الان، مطمئن نیستم که مریم خانم دقیقا کی هستن. خب دکتر عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون، یه سری از دوستان مثل اینکه تعداد هم زیاد هستش گفتن که تفاوت مورد یک و دو توی اسلاید شما چیه؟ یک و دو چی؟ توی استایده که داشتین توضیح میدادید اینطوری نوشته شده بود. اوکی. من مریم خانم عارف کل
رو فقط پیدا کردم. ممنون معرفی کردین. بعد از اینکه اینو جواب بدیم، شما هم اگه میشه توضیح بدین اسلاید یک و دو رو اگر کسی. خانومی مریم خانوم انگار اگر که اینجا تشریف دارن دستشون رو بلند کنن. بله فکر کنم ایشون هستن. خانم مریم اگر که امکانش هست با شما دسترسی صدا دادیم، سوالتون رو شفاهی بپرسید. بله سلام، شبتون بخیر باشه خانم دکتر و همه عزیزان، وقتتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید. در واقع من نمیدونم که درست متوجه شدم، یا البته پداگوجی رو خب میدونیم که میتونستم برای پداگوجی بگم خب vocabulary or saving the nature or saving the animals، این میتونه که هم کانتنت باشه هم پداگوجی من باشه. و اما در مورد کانتنت خب میتونیم که بگیم که برای کانتنت میتونه برین استورمینگ اتفاق بیفته. این رو میتونستم انجام بدم، یعنی میتونستم به جای کانتنت برین استورمینگ رو بنویسم. برین استورمینگ به نظر من بیشتر، یا بارش فکری به نظرم بیشتر به پدگوژی ربط داره. من حالا سوالم از شما این بود که همزمان اگر یک دوره هم بگین که موضوعش چیه ممنون میشم. بله، تفاوت هدف یادگیری و هدف پدگوژی سواله. آها، یک و دو بولیته، منظور اینه. بله فهمیدم، خب مرسی. پس بولیت اول اهداف یادگیری محتوا یا همون سی هستش یا کانتنت، که اینجا لرنینگ ابجکتیوز یا نمیدونم لرنینگ ابجکتیوز میشه. دومین بولیت پدگوژی هست که مثلا به عنوان مثال الان همین مثلا کار گروهی، که میدونیم که کار گروهی اگر انجام بدن بچه ها به جای اینکه به جای 30 نفر توی کار 5 نفره انجام بدن خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا اینکه قبل از امتحان ریویو کنن، اینکه یک زمانی رو برای دوره بذاریم، یعنی مثلا ما داریم یک اکتیویتی یا یک زمانی رو سر کلاس میذاریم برای نیم ساعت، هدف ما چیه؟ اینجا هدف ما اینه که یک سری مباحثی رو دوره کنیم، اون میشه قضیه پدگوژیش. چی رو میخوایم دوره کنیم؟ گفتن چی؟ فشار وارد بر سیم. پس ما اون مطلب فشار وارد بر سیم رو میخوایم دوره کنیم. اینکه چجوری دوره کنیم، اینو چجوری پیاده کنیم، این کار رو چجوری انجام بدیم، با چه تکنولوژی، اون میشه تیش. یعنی هدف یادگیری، آها، هدف یادگیری گویا همون learning objectives که ما اینجا اشاره به content یا محتوا میکنیم. من صدام روشنه، اگر شما ندارین بفرمایید دوباره بگم. آها خب، پس میخوایم برگردیم به این قضیه saving nature و اینها. خب ما فرض میگیریم که شما، مریم خانم، هر جا که اشتباه فهمیدم به من تذکر بدین. فرض میذارم کلاستون زبانه، درسته؟ بله. خب و موضوع درستون همون طبیعت و نگه داشتن محیط زیست و حفاظت از محیط زیست هستش. بله. خب ما یه لحظه پاز میکنیم، به خانم جمشیدی میگیم که داریم چی کار میکنیم. خانم جمشیدی، ما تیپک رو توضیح دادیم، بعد مثال زدیم، بعد دوباره توضیح دادیم و با یک مثال ژنتیک، و حالا داریم فرصت میدیم به شرکت کننده ها که چیزهایی که متوجه شدن رو بیان کنن و به کار بگیرن. و میون صحبت بولت ها متوجه نبود که قضیهش چیه، اونو توضیح دادیم و داریم برمیگردیم به مثال خانم مریم خانم که اینجا من بهتون نشون میدم که دیگه به من خطا میده، دیگه نمیتونم نشون بدم، نمیدونم چجوریه، ولی چیزی که نوشتن این بوده که
حفاظت محیط زیست مهمه و میخوان دایره لغت واژه های بچه ها رو انجام میدن و میخوان از تکنولوژی کارگروهی توی همزمان جایی که همزمان استفاده بکنن و ما میایم میگیم که خب اینو چجوری میتونیم انجام بدیم، مثلا یه نیم ساعت سر کلاستون چجوری میشه؟ برای این کار من ابتدا با یه تصویر شروع میکنم که بارش فکری بچه ها رو انجام بدم و بعد یعنی بچه ها متوجه میشن که موضوع از چه قراره، حالا یا در قالب یک تصویر یا چند تصویری که به همدیگه مربوط میشه و بعد میبرم سراغ یک کلیپ کوتاه تقریبا 2 الی 5 دقیقه، چون کلیپ رو نمیشه بیشتر از این طولانیش بکنم که بچه ها خسته بشن. و بعد از این که از بچه ها خواستم که خب به من بگید که در داخل تصویرها یا در داخل کلیپ به چه نکاتی اشاره شده و چه چیزهایی براشون بولد هست. یعنی این موضوع رو اول براشون مطرح میکنم، روی پاورپوینت یا روی سکرین برای بچه ها مینویسم که چه نکاتی براشون بولد بوده، بعد تقسیمشون میکنم توی بریک اوت روم و در داخل بریک اوت روم اینا شروع میکنن به اون بارش فکری اتفاق میفته که چه چیزهایی رو مشاهده کردن، چه چیزهایی رو، یا بعضی از بچه ها حالا از بک‌گراند نالج خودشون استفاده میکنن، چه چیزهایی رو میدونن. میتونن در داخل بریک اوت روم روی یه دونه بوردی که دارن شروع کنن به نوشتن این قضیه و بعد من در داخل هر کدوم از بریک اوت روم ها به صورت والنتری، به صورت انتخابی رندم میرم داخل بریک اوت روم ها و متوجه میشم که حالا نکاتی رو که اشتباه کردن رو مینویسم. خب میدونیم که تو هر بریک اوت روم چند تا دانش آموز هست، کیا هستن که بعدا بخوام بهشون فیدبک بدم. بعد اینا رو یادداشت میکنم و بعد از این که تو اون فرصت بچه ها معمولا تو بریک اوت روم یه چیز فرصت هلوشه برای یه همچین چیزی که نیم ساعت بخوام تدریس بکنم، 5 الی 10 دقیقه بهشون زمان میدم که خودشون صحبت بکنن و بعد وقت که برمیگردن سر کلاس، یعنی به مین روم برمیگردن، حالا اونجا برایند آن چیزی رو که متوجه شدن و دریافت کردن رو یادداشت میکنیم، مینویسیم و یواش یواش سوقش میدم به آن چیزی که من قصد داشتم که یا هدف آموزشی من بوده، به اون سمت میکشونم مطالب بچه ها. ممنون، خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب سعی کردم چیزایی که بفهمیدم رو یادداشت کنم، مطالبی که یاد گرفتن رو در واقع توی مین روم دوباره اونجا گفته میشه، مرور میشه. خب حالا عزیزان دیگه، این تیپک رو الان توی این فعالیت متوجه شدیم که چجوری از این بریک اوت روم استفاده میکنن. هدفشون این بود که مثلا، حالا اینجا به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان مثال ما میخواستیم که یک متن طولانی رو خیلی پیچیده شاید بود برای بچه ها عنوان بکنیم و کار بکنیم و قبلش نیاز داشتیم که بچه ها این دایره لغات مربوط به این متن رو در واقع مطمئن باشیم که بلد هستن و ایشون از طریق عکس و فیلم و کار با همدیگه این آمادگی رو در واقع به بچه ها دادن که بعد وارد کار اصلی بشن. خب اینجا چه پدگوژی دیدین یا چه کانتنتی رو دیدین یا چه جوری الان دقیقا این کامل یک تصویر تیپک کامل رو ایشون نشون دادن به ما که کاملا هم عملیه و این کار رو انجام میدن و به عنوان مثال تو نیم ساعت انجام میشه. اگر سوالی هست درباره تیش یا پیش یا سیش دربارش گفتگو کنیم. من میتونم مایکمو خاموش کنم خانم دکتر؟ بله دست شما در نکنه، خیلی ممنون شرکت کردید. خب دوستانی اگر در این رابطه سوال دارن، بله خانم آزاده آشوری دستشون رو بلند کردن. خانم آشوری ما اگر که شما تشریف دارید ما صدای شما رو میشنویم.
خب ایشون تشریف ندارن. از دوستان دیگه هر کسی اگر که در این رابطه سوالی داره ما در خدمتتون هستیم. خانم معصومه حبیبی. خانم حبیبی سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر و بقیه دوستان. من یه سوالی داشتم از خدمت خانم دکتر، میخواستم بپرسم که آیا ملاک و معیار مشخصی برای اینکه ما یه تطابق ایجاد بکنیم بین کانتنت و اون پداگوژی وجود داره یا نه؟ بر اساس اون کانتنت ما باید خودمون تصمیم بگیریم یا اینکه یه ملاک مشخصی وجود داره برای این کار؟ ممنون میشم. خواهش میکنم. پس چون از اون مثالی که داریم میریم کنار، من تشکر میکنم از مریم خانم که کامل توضیح دادن و یک مثال دیگه برای عزیزان تعریف کردن. آیا ملاکی هست یا نه؟ نه، ولی اون کانتکست خیلی به شما حکم میکنه که چه ملاکی، چه کاری میتونین بکنین. یعنی اون کانتکست شما که مثلا بچه های من بچه های ارشد مربی هستن، یعنی هم معلم هستن هم بچه های ارشد و دکترا هستن، مسلما اون جوری که من تکنولوژی رو میذارم، کانتنت رو دارم و اینها کاملا متفاوته با اون عزیزی که درباره پلتفرم های دبستان پرسیدن. میدونین منظورم ها؟ یعنی من اونجا یکی از اهداف آموزشیم حتی هستش، مثل اینجا که با منتی کار کردیم، با وایت بورد فای کار کردیم، ولی برای یک دبستان هیچ وقت توی یک کلاس یک ساعته ما مثلا دو تا یا سه تا نرم افزار، یعنی ابزار دیجیتال استفاده نمی کنیم. متوجه منظورم میشین؟ یعنی دقیقا به اون کانتکستتون خیلی ربط داره و به اون اهدافی که میگذارید، که مثلا شاید این باشه که راحت ترین تکنولوژی رو استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی لرنینگ کرو اصلا نداشته باشه. مثلا ما دوستانی که با من قبلا بودن میدونن من پادلت مثلا خیلی دوست دارم. پادلت یک صفحه، یک بولتن بوردی هستش که فقط روش چیزهایی رو قرار میذاریم که انشالله تا آخر جلسه یک چیز شبیهی که بتونیم بدون وی پی ان استفاده بکنیم امروز معرفی میکنیم، ولی هیچ لرنینگ کرو نداره، یعنی هیچ نیازی به آموزش نداره. یه دوگمه است، علامت مثبت داره، میزنید و شروع میکنید به نوشتن. و این مثلا برای من خیلی ارزش داره که بچه سختش نباشه، نخواد بترسه. ولی یه موقع هستش که با حجم زیادی از اطلاعات مواجه هستین و نمیخواین که دانش آموز گم بشه، پس تریلو استفاده میکنیم. میخواییم که حتما دانش آموز بتونه برگرده و راهش رو پیدا کنه. مثلا تریلو خیلی بهتر از پادلت هستش، در صورتی که کاربردشون یکیه. یعنی اون کانتکست و اون اهدافتون هستش که این حکم رو میده که در واقع کدوم بهتره. و این فقط با آزمون خطا هستش، با تمرین هستش، با همین نتورکینگی که میگم. یعنی دائم این کانفرنس ها رو، چون آدم همیشه وقت نمی کنه که خودش همیشه این کار رو انجام بده، این کانفرنس ها رو میره شرکت میکنه. مثلا هایپوتسیس یه نرم افزار انوتیشن هستش که میتونن بنویسن تو پی دی اف ها و اینها. خب درباره خود هایپوتسیس مثلا من کانفرنس شرکت کردم که توی دانشگاه برای علم بیولوژی چجوری استفاده میکنن و برای ریاضی مثلا چجوری استفاده میشه. جفتش دانشگاهی هستش، ولی محتوا وقتی عوض میشه روش کاربرد تکنولوژی عوض میشه. و باز میگم اینکه کانتکستتون چه افرادی هستش. باز یه سری به وایت بورد فای میزنیم. من چون هنوز خطا به من میده نمیتونم شیر کنم، فقط دنبال این هستم که آقای محمد نوریزاده رو میبینم که گفتن آزمون تکوینی توی تلگرام استفاده میکنن. بله متاسفانه نمیتونم بقیهش رو بخونم، ولی استفاده از در واقع وایت بورد فای رو دیدیم که این مثال های شبیه رو از همدیگه که آموزش میگیریم خیلی کمکه.
ولی در نهایت کسی که این تیپک رو تسلط داشته باشه و در واقع معلمی که این تیپک رو تسلط داره، نمیدونم اگر میشه این تکست باکس رو کوچیک کنیم و برگردیم، مرسی. این یک مدلی هستش که همون تیپکه، یعنی توی به صورت سبز اینجا شما این پایین دارین میبینین که تیپکه، روش کسی که این جعبه های زرد بالاش، کسی که این تسلط رو داشته باشه در واقع به این فقط ترجمه شه، اینجا میرسه که پله اولش همین تصمیم آگاهانه در مورد انتخاب تکنولوژی مناسب برای آموزش، یعنی دقیقا همین سوالی که الان کردین که خب مثلا رو چه مبنایی هستش، چجوری باید این کار رو انجام بدیم، اینکه بتونه این تصمیم رو بگیره. دوم اینکه این آموزش مؤثر و مفید رو در مورد تکنولوژی، با تکنولوژی و از طریق تکنولوژی بتونین انجام بدن و با اعتماد به نفس کامل به صورت فراگیر و تحول آفرین بتونه از این فناوری دیجیتال استفاده بکنه. صدای من رو اگر دارید، چون که عوض شده صدای من، این نتیجه تسلط روی تیپک هستش. حالا بازم اگر که بیشتر دوست داشتین بخونید، این مقالش این پایین هستش. ممنون. پشت صحنه‌ای که whiteboard fire هم استفاده کردیم رو تقریبا توضیح دادم که تکنولوژیش که whiteboard fire بود، پدگوژیش این بود که میخواستیم که کانکت بکنیم به کار خودتون، کانتنتش اون تیپکی بود که الان توی وبینار انجام دادیم و آموزش دادیم، پدگوژی و کانتنتش با هم، این مثال های معلمانی که زحمت کشیدن نوشتن و تکنولوژیش هم که چجوری من وقتی که به نمایش گذاشته بودم میتونستم، یه فیچر هم داره که بدون نام نشون بدم، اون رو هم میتونستم روشن کنم که همه، یعنی سر کلاس شما اگه میخواستین استفاده کنین بدون اسم هم باز میشد. و این که دیدین اون ون دایگرام رو من، اون سه تا دایره رو من پوش کردم، اونم باز یه فیچر خاصی بود که تکنولوژی به ما کمک کرد که این پدگوژی رو بهتر انجام بدیم. و کانسپت بورد خانم مطلق که الان لینکش رو میذارن، آخرین چیزیه که میخوایم نشون بدیم که یک ابزار دیجیتالی رایگان هستش و نیازی به وی پی ان نداره، که شبیهش خیلی هستش ولی برای اینجا فکر میکنم این خیلی میتونه مؤثر باشه برای همه. و قبل از اینکه تشریف میبرید، حالا یه سوالی یا سوالی داشته باشین یا اینکه نکته‌ای بخواین بفرمایید که یاد گرفتین از این وبینار استفاده کردین، چه شما اصلا تا حالا تیپک رو نشنیده بودین و چه اکسپرت هستین توی این کار، دوست داریم که، ممنون، لینکش هستش اینجا، دوست داریم که اینجا به صورت سه تا ستون هستش، تکنولوژی، پدگوژی و محتوا گذاشتیم که شما استیکی نوت میتونین بذارین، کامنت میتونین بذارین و اینجا نکاتی رو که دارید یا سوالایی که دارید رو شیر بکنید. عزیزانی هم که باید سر ساعت 8 برن هم ممنون هستیم از حضورتون و اینجا از اینجا به بعد فکر میکنم دیگه اگر چند دقیقه هم اضافه به ما بدن فقط سوال جواب بدیم. صدای من شما هم دکتر بابت ارائه فوق‌العاده‌تون استفاده کردیم. بله، با توجه به اینکه تایممون هم به اتمام رسیده، اگر که صلاح بدونید یه سری از دوستان رو سوالاتشون رو پاسخ. بله، ولی حتما همه کانسپت بورد هم برن. الان من به صورت گست وارد شدم متاسفانه. حالا شاید شما بتونید، خانم دبیر جلسه، شاید شما بتونید سکرین شیر بکنید. من متاسفانه دیگه به من خطا میده، من کوپونم پر شد برای سکرین شیر. اصلاحی میکنم خانم دکتر، خیلی ممنون از ارائه خیالیتون. برای رفع شدن این مشکل اگه مقداری یه بار خارج و مجدد وارد بشید، ولی اگه خانم لیاقت مطلق هم با الان اسکرین شیر کردن، بله، اگر گذاشتن،
حل میشه که خوب میاد. بله ممنون. بله عالی. یعنی دقیقا اینجا به صورت این ریل تایم دارین میبینین که چجوری، اصلا همین که من الان میبینم که سمانی کمالی هستش اینجا و داره فکر میکنه که چی رو تکنولوژی وارد بکنه، برای من معلم بستگی داره که چجوری دیزاین بکنی. الان ما دیزاینمون سازماندهنده بصیری هستش که به صورت سه تا ستون هستش که بتونیم نکات رو اضافه کنن، حالا یا سوال های رو، و تو چت باکس هم که داریم نگاه میکنیم که اگر سوالی باشه بتونیم پاسخ بدیم. از 247 کاربری که زحمت کشیدین امروز با ما بودین هم تشکر میکنیم. اگر باید برن هم میشه. خیلی خوبی اشاره کردین، سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما همراه بودن، دوستانی که همچنان با ما همراه هستن. خب خانم نوراللهی، اگر که صدای بنده رو دارید، خانم نوراللهی ما به شما دسترسی مایکروفون دادیم که صحبت بفرمایید. خب ایشون نمیتونن صحبت کنن. خانم روزبهانی سلام عرض میکنم. سلام علیکم. میتونم صحبت کنم؟ سلام عرض میکنم. خیلی تشکر میکنم از اینکه شما وقت ارزشمندتون رو برای ما و دوستان دیگه اختصاص دادین و از علم مفیدتون به ما هم یاد دادین. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خواستم یه نکته ای رو بگم که شاید تفاوت آموزش ما تو این دوره کرونا و حالا کشورهای دیگه بود و اون ضعف شاید از دید من که من خواستم این در واقع سنجش تکوینی رو یا حالا اسسمنتی رو که در جریان آموزش هم بود به کار ببرم. درسته که در واقع این ابزارها و بسترهایی که همکاران ما فرمودن وجود داشت برای آموزش، ولی اگر میخواستیم که مثلا همتا سنجی بکنیم یا از اون نرم افزارهایی که در کشورهای دیگه یه سری شرکتها آماده میکنن و در اختیار معلمین قرار میدن و یه جوری کمک اونها هستن در اجرای آموزش و سنجششون، ما در واقع اینا رو اینجا نداشتیم. یعنی یه همکار عزیز ما فرایند تولیدش و طراحیش و نمیدونم محتواش اینا رو خودش باید در واقع برای آموزش یک واحد یادگیریش در نظر میگیره و این خب برای یک همکار با توجه به زمانی که میخواد آموزش رو بذاره، دوباره سنجش رو بذاره، برای این بررسی بکنه که ببینه چند نفر از دانش آموزانش به اون هدفش رسیدن یا نه، واقعا کار طاقت فرسایی میشه. خیلی خوشحال میشدم که اگر شما در مورد این قسمت ها، اگرچه میدونم اغلبشون حالا هزینه ای هستن، نمیدونم هستن که مثلا ما بتونیم از اونها به عنوان رایگان استفاده بکنیم یا نه، حتما نیاز به حمایت خود نرم افزاری که اونجا استفاده میشن برای سنجش بچه ها. خب یه جمله گفتین که گفتین فرآیندش رو خود معلم باید انجام بده، یه بخشش هم مربوط به سنجش بود. این که پلتفرم ها یا ابزارهای دیجیتالی برای سنجش بچه ها هستش که هست، رایگان هست، اینجا هم همه معلمان استفاده میکنن. خانم مطلق هم ریستش رو میتونه اینجا الان بزنه، ولی قضیه این که همه معلم ها این کار رو انجام بدن و خیلی کار سختیه و خیلی زمان بره و خیلی کار فکری باید انجام داد کاملا درسته و یک چیزی از بالا نیستش که بگیم که همه مثلا مثل کتاب درسی که مثلا همه این کتاب رو در اختیارشون قرار میدن و معلم ها میتونن استفاده کنن ازش، اونجوری نیست. یعنی من اروپا رو در جریانش نیستم ولی آمریکا رو که هستم اصلا اینطوری نیستش که ممکنه یه منطقه یه سری گایدلاین هایی رو بگه، ممکنه یک سری ابزارهایی رو خریداری بکنه، مثل خود LMS Canvas که خب امسال همه که نه، ولی خب یک درصد زیادی از مدارس رفتن خریدن و گذاشتن در اختیار معلم ها و بعدش هم ترین کردن معلم ها رو که یک LMS جامعی داشته باشن، ولی این که چجوری کار گروهی انجام بدین، چجوری زوم انجام بدین، این یک چیز فراگیری نبوده. یعنی الان این طرح ملی کمک به مربی های در واقع مربی های دیجیتال ورچوال یه چیز اینجوری بود تیتر همین برنامه امروز، خب
خیلی کار عالیه، یعنی من فکر میکنم واقعا یه ریسورس خیلی خوبیه و چیز خاصی مد نظر من نیستش که بگم به صورت یونیورسالی الان یه چیزی موجوده. گزارش های زیادی انجام شده، مثلا هاروارد یه گزارش همون اول کرونا که مارچ بود انجام داد که اصلا مشکلات معلم ها توی جاهای مختلف، ریسورس هاشون چجوریه، توی تمام کشورهای تقریبا تمام کشورهای دنیا انجام دادن. خیلی چیز کاملیه، ولی اینا هم دقیقا همین whiteboard 5 یکیشه، یعنی این یکی از محصولات اروپایی که در یعنی به میان گذاشته برای همه آدم ها، ولی این که حتما باید چیز خاصی استفاده بشه چیزی نیستش. سپاسگزارم. ولی اون چیز که میگم الان شاید دغدغه همکاران هست اون پرفورمنس اسسمنت هست که چطور ما از یادگیری بچه ها اطمینان حاصل پیدا بکنیم، یعنی خیالمون راحت میشه که اون یادگیری اتفاق افتاده که دقیقا هم خب یادگیری که چجوری استفاده بشه خیلی بحث جالبیه، که مثلا توی این مثالی که امروز گفتیم بحث ژنتیک، اون فیلم بود که اون فیلمی که بچه ها ضبط کردن تمام اون موارد محتوایی که مد نظرشون بود رو ضبط کردن که هم فیدبک بده که بهتر بشه، همین که در واقع مطمئن میشد از اینکه بچه ها اینو یاد گرفتن. یا اگر قبل از خواهش میگم اگر قبل از کرونا اهل این بودین که سوالای چهار گزینه ای داشته باشن یا سوالای استاندارد چیز داشته باشین مثل کنکور اینجور چیزا، خب اونا هم باز همونه، یعنی فرقی نکرده، فقط این تکنولوژی و در رو باز کرده که یه خورده خلاقانه تر فکر کنیم که نیازی نداشته باشیم که فقط اون امتحانی باشه، که بچه ها بیشتر به اینکه چجوری کاربرد داشته باشه، چجوری بیشتر استفاده بشه، بیشتر بکشیم از بچه ها، این هستش. خیلی لطف فرمودید، بازم متشکرم، موفق و معید. خواهش میکنم. یکی از سوشانی که همراهی میکنن و حالاتشون رو میپرسن، خانم کت خداوند، اگر که صدای من رو دارید، خانم کت خداوند. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. حال شما. خیلی تشکر میکنم، مطالبی تو خیلی مفید و کاربردی بود. من فقط یک سوال داشتم، میخواستم یک مقایسه داشته باشیم مدل کتاب و خود بین این مدل ها کدوم رو انتخاب کنید. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم. ببینم که من اگر شیر نکنم هم این رو میتونم وارد چت باکس بکنم. من هدفم از این سامر مدل بود، یعنی اگر شما این لینک رو برین، این سامر مدل یک مدل باز تقریبا میشه گفتش که مربوط به تکنولوژی و تکنولوژی آموزشیه، که از پایین زرد رو میبینین، بعد نارنجی، آبی، سبز، که از پایین میتونین این عکس رو ببینین الان؟ نه. اوکی. من سعی میکنم که سکرین شیر رو که هنوز نشده. خانم مطلق شما میتونین این عکس سامر مدل رو بذارید توی سکرین شیر یا همین لینکی که آها باز نشده، ببخشید. خب این در واقع این مدل کمک میکنه به ما که ما بگیم که این استفاده از تکنولوژی رو که کردیم چی نتیجهش بود. توی تیپک به ما یاد میده، کمک میکنه که ما بگیم چجوری اینا رو بچینیم، چجوری اینو به کار ببریم. اما این تموم شده در نظر بگیرید. خیلی ممنون. بله دقیقا. فقط اگه
چیدمانش جوری هست که بتونیم صفحه شما رو بزرگتر کنیم تا چت باکس. مرسی. اینو به ما کمک میکنه که حالا که ما تکنولوژی رو وارد کردیم، مثلا تیپک ما رو استفاده کردیم، بعد تکنولوژی رو خیلی خوب با پدگوژی و کانتنتمون و همه چی خیلی خوب تطبیق دادیم، حالا میخواییم ببینیم حالا این تکنولوژی اصلا چی کار کرده که از پایین ترین لولش همین زرد یا سابستیتوشن یا جایگزین هستش که این تکنولوژی دقیقاً جایگزین شده. مثلا رو کاغذ می نوشتیم، حالا روی ورد داکیومنت می نویسیم. یه دونه بالاترش میشه آگمنتیشن یا بهبود که میگه سابستیتوت کرده، یعنی در واقع جایگزین کرده ولی یه خورم بهبود داده، یه خورده بهتر شده. مثلا چیه؟ تو ورد داک می نویسیم دیگه نمیخواد پاک کنیم و نمیدونم دوباره از اول بنویسیم و یا مثلا یه چیز اشتباهی که کردیم از اول شروع کنیم. این قشنگ ادیت کردن تو ورد داک خیلی راحت تره. این یه خط رو در نظر ببینین که از اینجا به بالا اون وقت میشه ترانسفورمیشن یا در واقع همون کلمه‌ای که توی اسلایدمون به کار برده بودیم که تحول آفرین. اینجا دیگه تحول پیش میاد که modification که میگه tech allows for significant task redesign که اصلا دیگه این دیزاین چیز عوض میشه وقتی که انجام میدیم، که مثلا یک مثال حالا چه برای آبی چه برای سبز انجام میدیم اینه که دیگه گوگل داک استفاده میکنیم. چرا؟ چون گوگل داک فقط این نیستش که جایگزین کردیم کاغذ رو با یه ورد داک. اینجا دیگه این بحث collaboration in real time که همزمان بچه ها با هم دیگه دارن یک چیزی رو با هم میسازن و اگر این تکنولوژی نبود اصلا نمیتونستن این پیش بیاد. یعنی اصلا چیز ساده کاغذ به ورد داک نیست، واقعا تحول صورت گرفته توی این با این تکنولوژی. اینه که این سامر مارو یک مدل خیلی خوبیه به نظر من برای خود ارزیابی، که آدم از خودش بپرسه که با این تکنولوژی من دقیقا دارم چی کار میکنم. نیازی نیست همیشه ما تحول بیافرینیم، یعنی این اصلا هدف ما نیست. تو کرونا واقعا بعضی موقع ها آدم فقط میخواد همون کارهایی که قبلا انجام میداد رو بتونه شبیهش رو انجام بده. یعنی الان تو وضعیتی که هستیم خیلی موقع ها ما دنبال زرده یا در واقع جایگزین هستیم، ولی اینکه سعی کنیم از این مراحل برسیم به تحول آفرین، یعنی تحول آفرینیمون رو بیشتر کنیم، خب خیلی خوبه. یعنی کمک به آموزش بچه‌ها و یادگیریشون بیشتر میشه. بله مطمئن نگاه میکنم دوستان کسی گویا سوال شفاهی نداره. اگر که خانم دکتر از نظر شما مشکلی نداشته باشه من چت باکس رو باز کنم هر طور که شما دست خواهش میکنم. دست شما در نکنه. خانم مطلق ممنون. خواهش میکنم. از همه تشکرها ممنونم. ایشالله که مفید بوده براتون و خدمت کوچیکی کرده باشیم در مقابل این همه زحمتی که شما برای فرزندان ما میکشین. خیلی ممنون هستیم که تونستیم امشب این بحث تیپک و سامر و اینها رو با هم دیگه بزنیم. من سوال خاصی نمیبینم ولی اینجا میمونم که اگر از این 188 کاربر چیز خاصی بود. هستن عزیزانی که توی اروپا تکنولوژی آموزشی رو، یعنی حقیقتش بگم که من University of Missouri St. Louis خوندم توی آمریکا و الان پذیرش خاصی نیست برای اون سمت، ولی فکر میکنم عزیزانی که تجربه اروپا داشته باشن شاید بتونن بهتر کمک کنن. خانم دکتر دوستان همه دارن دونه دونه تشکر میکنن. خیلی ممنون. از صحبت ضعیف شد. بله دوستان همه دارن
تشکر میکنم تا جایی که من دیدم. اگر که سوال خاصی هست که پاسخش رو زحمت بکشید بفرمایید، اگر که نیست دیگه بیشتر از این وقت شریف شما رو نمیگیریم و خسته نباشید، خدا قوت میگم. آها یه نکته دیگه این که من لینک نظرسنجی رو توی قسمت چت باکس پین کردم، ممنون میشم از دوستانی که همراه ما هستن توی نظرسنجی شرکت بکنن. سپاسگزار. خیلی ممنون، شب همگی بخیر، متشکرم. خیر و نیکی باشه. ممنون از دوستانی که این لحظه با ما همراهی کردن. من مجددا از شما تشکر و خدا قوت میگم بهتون. مرسی، خدا حافظ شما.